عزیزان دارم سلام گوینده جان هستم و اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفن‌ترین، بروزترین، جنجالی ترین و نابترین اخبار روز دنیا، یعنی هر خبری که بخواین تو پیدا میشه. اول از همه که اگه تا الان عضو کانال ما نشدین، اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید و بپرید تو کانال ما عضو بشید. واقعا چه چیزای باحالی اتفاق میفته، این تبلیغ نی. زنگو دارم که اون بالا واسه خودش بزنین دیلین دیلین بکنه که ما اخباری که گذاشتیم شما سه سود بفهمید. آقا امروز یه خبر بد داریم، خیلی ناراحت کننده است ولی دیگه باید بگیم دیگه. خانم شهلا ناظریان پیشکسوت دوبله ایران، یعنی اصلا صدای ماندگار گویندگی درجه یک، ما و همسر زنده یاد حسین عرفانی شب گذشته 4 اردیبهشت 1401 بر اثر ایست قلبی فوت کردن. خبر خیلی ناراحت کننده بود. خانم ناظریان خیلی دوست داشتنی بودن، صدای وحشتناک خاصی داشتن که اصلا دیگه مال خودشون بود، یادتونه کیا کازابلانکا رو دیدن. حالا جلوتر اتفاقاتی که افتاده و یه بیوگرافی ریزی از ایشون میدیم که اصلا آشنا بشین ایشون کی بود، یعنی اصلا نگم براتون. اول از همه که ایشون 75 سالشون بود، به گفته شهرزاد بانکی مدیر رابطه‌عمومی انجمن گویندگان سرپرستان گفتار فیلم، این هنرمند شب گذشته پس از انتقال به بیمارستان بر اثر ایست قلبی فوت کردن. یه تشییع جنازه هم واسه شون هستش. حالا کسایی که دسترسی دارن ایران هستن که بران دیگه. روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ساعت 10 صبح مراسم تشییع وی در قصر هنرمندان برگزار میشه. یه کوچولو در مورد سوابقشون بگیم، اصلا آشنا بشین باهاشون، ببینید چطوری بوده. ایشون توی سالها فعالیت خودشون توی دوبلاژ به جای بسیاری از بازیگران مطرح دنیا صحبت کردن که اصلا دیگه این در واقع امضای خودشون شده بود، مثل که اینگرید برگمن، لورن باکال، سوفیا لورن، دایان کیتون، راکوئل ویلش، فی دناوی، آن مارگرت، کاترین سپاک، کاترین راس، الیزابت تیلور، جولی کریستی، سیلویا کوشینا، ژاکلین بیسه، کاترین دنو، میشل مرسیه و دیگه نگم واسه تون دیگه. ولی یکی از خفن‌ترین و درخشان‌ترین گویندگی‌هایی که کردن توی فیلم مشهور کازابلانکا، به جای اینگرید برگمن صحبت کردن در کنار همسرشون حسین عرفانی. کی بود؟ همفری بوگارد بود. ایشون هم همچین اینگرید برگمن بودن. خیلی با اونجا بهش میگفتش ای چشای تو اذیتت نمیکنه؟ اینا میگفت نه چطور مگه؟ میگفت آخه خیلی داره منو اذیت میکنه. این جمله عاشقانه اون موقع بود، خیلی هم مود بود و خیلی هم همه دوست داشتن. خانم ناظریان دوبلور و بازیگر زن ایرانی در سال 1329 کف خیابونای تهران به دنیا آمده. خانم ناظریان از سال 1341، یعنی اون موقع که غالب ما تو موز بودیم، وارد عرصه دوبله شدن. علاوه بر دوبله و صدا پیشگی یه چند تا سریال و فیلم هم بازی کردن. اگه یادتون بیاد این خانه دور است و یادتونه پر پرواز، شب بخیر غریبه، اینا هم اگه یادتون باشه بازی کردن. همسرشون هم که میشناسین حسین عرفانی که اصلا دیگه نگم دیگه. جالب ترین نقشی که واسه ما حالا در شخصی ها هستش، اسب لوک خوششانس بود، صحبت میکردش. ایشون همسر ایشون بودن، حسین عرفانی بودن، یه صدای خیلی خاص. اونا اصلا دیگه زن و شوهر ترکونده بودن. خود خانم ناظریان برادرزاده ایرج ناظریان، اصلا خانواده تریلی نمیکشتشون. یه گوینده نامدار خیلی پیشکسوت ایرانی هستن و برای همه شناخته شدن. خانم ناظریان اولش با بازی توی تئاتر وارد عرصه بازیگری شد. اولین بازی خودش هم سال 1368 انجام داد. سریال پربیننده و پرمخاطب این خانه دور است و داستان یک شهر دو سریالایی بوده که توش نقش آفرینی کرده که خیلی هم استقبال شده. کارش هم خوب بوده، نقش آفرینیش هم خفن بود. آخه کسایی که رو دوبله تسلط خوب دارن قطعا نقش رو خوبتر میتونن بازی بکنن، چون دیگه یه بخش عمده صدا دیگه. آثار دیگه هم که دیگه خوشخیال و پر پرواز و اینا رو همه رو واسه تون گفتیم. اما یه نکته های ریزی هم از سوسکی باید اون بگیریم. خانم ناظریان درسته که با حسین عرفانی خیلی زوج خفنی بودم، ولی اولین ازدواجشون با ایشون نبود. اولین ازدواجشون با همکارشون سعید شرافت بود که 15 سال اختلاف سنی داشتن. در نهایت هم این زندگی اصلا دیگه شد رفتش دیگه. آقای سعید شرافت هم که یه دانش آموخته زبان ادبیات فارسی بود، سال 79 اصلا بنده خدا فوت کرد، یعنی خیلی قبل‌تر این حرفا. خانم ناظریان سال 63 با حسین عرفانی آشنا شد. یکی از دوبلورا و هنرمندان خفن ازدواج کردن. حاصل این ازدواج هم دو تا دختر بود،
مهسا و رستا. همسرشون هم در تاریخ 21 شهریور 97 به علت سرطان ریه دست دادن. خدا رحمت کنه جفتشون، واقعا باحال بودن. یعنی آدم مثلا دلش میگیره اینا دیگه صداشون نیستش، همچین یه جوری میشه. خانم ناظریان با آقای حسین عرفانی هم تو محل کار آشنا شدن دیگه. این هنرمندان خوش صدا بعد از مدتی همکاری و آشنایی و رفتن و اومدن گفتن ای چقدر ما به هم میازدواجیم. یهو ازدواجیدن، زوج موفق و خوشبختی هم بودن که حاصل این ازدواج و خوشبختیشون هم که همون دوتا دختر خانم بودن. یعنی الان دیگه اصلا داماد ماماد دارن و این حرفا. خودشون هم بسیار آدم خوش انرژی بودن، یعنی اصلا لذت میبردی. خام ناظریان هم یه جا گفتن که دخترم مهسا همیشه در تئاتر و فیلم و سر دوبله همراه من بود. دو دختر به نام های رستا و مهسا دارم که دخترم رستا اصلا اهل هنر و سینما و این حرفا نیست، فارغ التحصیل رشته دکترای تغذیه است، اما دخترم مهسا راه من و پدرش رو رفته. این عرفانم دوست داره، تو دانشگاه سوره تو این رشته تحصیل کرده. دختر بزرگم مدت هاست ازدواج کرده و دخترم مهسا نیز از 17 سالگی عقد کرده و در سن کم ازدواج کردن. چه با درباره علاقمندی ها و سرگرمی ها نیز عاشق فیلم و عاشق کارم هستم و تا آنجا که بتوانم فیلم میبینم و کتاب میخونم. الهی بمیرم براتون، الهی قربونتون برم که تا این آخرم واقعا کار کرد و خیلی هم خفن، یعنی یه آثار خیلی باحالی هم گذاشتین. آقای حسین عرفانی هم که میشناسین، ایشون هم متولد 21 بود، توی تهران به دنیا آمده بودن و دیگه چی بگی، اصلا اسمشون برندیه واسه خودشون دیگه. خانم ناظریان هم یه بیماری داشتش از اواسط دهه 80 به ندرت دیگه گویندگی میکردن، بیشتر به عنوان مدیر دوبلاژ بودن. البته خب مثلا بودنشون اونجا هم به نظر من کفایت میکنه و همین. خیلی خیلی ناراحت شدیم، بازم تسلیت میگیم به جامعه هنر، به جامعه دوبله و گویندگی و به همه کسانی که هنر دوستن، هنرمندن، هنرمندا رو دوست دارن یا هر جوری با هنر در ارتباط هستن. امیدوارم که این اتفاقات کمتر بیفته، یعنی این خبرها رو نگه را دست نیستش خبر. این خبر باید اکتیو آدم بگه بخند، این هم یادم ناراحت میشه، هم خودش ناراحت میشه، هم بقیه رو ناراحت میکنه دیگه. عرضم به حضورتون که طبق معمول در انتها فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید و بشینید ویدیوهای ما رو ببینید. یعنی اگه هر کی ویدیوهای ما رو ندیده باشه واقعا نصف عمرش بر فناست. بهترین ها رو عطای دلم واسه تون میخوام. شب و روزگارتون خوش باشه، قربونتون برم من.